خربزه تلخ چه ربطی به آتش دارد؟ روزی با امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودم که شخصی وارد شد و عرض کرد: یا امیرالمومنین، من خربزه میخواهم. حضرت به من دستور داد چند خربزه بخرم. من به بازار رفتم و 3 خربزه خریدم و آوردم. اولین خربزه را بریدم و کمی از آن را چشیدم، اما دیدم تلخ است و به حضرت عرض کردم: یا امیرالمومنین، این خربزه تلخ است. فرمود: آن را دور بینداز، از آتش آمده و به آتش مانده. دومین خربزه را بریدم و کمی از آن را چشیدم، اما دیدم ترش است و به حضرت عرض کردم: یا امیرالمومنین، این خربزه ترش است. فرمود: آن را دور بینداز، از آتش آمده و به آتش می رود. سومین خربزه را بریدم و دیدم داخل آن سیاه است و به حضرت عرض کردم: یا امیرالمومنین، این خربزه سیاه است. فرمود: آن را دور بینداز، از آتش آمده و به آتش می رود. هر 3 خربزه روانه زباله‌دانی شد و حضرت چند درهم دیگر به من داد تا دوباره خربزه بخرم. به بازار رفتم و 3 خربزه دیگر خریدم و خدمت حضرت بازگشت. حضرت فرمود: ای قمبر، بنشین و این خربزه ها را ببر، زیرا تو مقصر خرابی آنها نبودی. با تردید اولین خربزه را بریدم و کمی از آن را چشیدم، شیرین بود. با خوشحالی عرض کردم: یا امیرالمومنین، این خربزه شیرین است. فرمود: خود میل کن و به ما نیز بده. 3 قسمت از آن را بریدم و به حضرت و آن مرد دادم و خود نیز خوردم، اما ذهنم مشغول آن 3 خربزه خراب بود. امیرالمومنین علیه السلام نگاهی به من کرد و فرمود: ای قمبر، خداوند تبارک و تعالی ولایت ما را بر اهل آسمان و زمین از جن و انس و میوه ها و همه چیز عرضه نمود. هر کدام قبول کردن، خوش طعم و خوشبو و مرغوب و گوارا شدند و هر کدام که نپذیرفتند، بدمزه و پست و نامرغوب گشتند.